بپردازیم به انواع زمیر در انگلیسی زمیر همونطور که میدونید کلمه که برای جلوگیری از تکرار بیمورد اسم به کار میره مثلا شما میگی علی 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 رضا فلان به جای اون از زمیر استفاده میشه میگید هی در انگلیسی مثلا یا در فارسی میگیم او خب ما تو فارسی زمیر مؤنث و مذکر نداریم ولی تو انگلیسی داریم تو انگلیسی مثلا برای علی میگیم هی. اگه مثلا علی سلماز بود میگفتیم شی. اینها رو که میدونید. پس زمیر کلمه است که برای جلوگیری از تکرار بی مورد اسم به کار میره. و به عبارت دیگه جانشین اسمه. حالا مثال. جان سا wolf in اینه The wolf began to jump on John. But John shot the wolf with his rifle at last. John saw a wolf in a jungle. The wolf began to jump on John. But John shot the wolf with his rifle at last. خب اگر به جمله بالا توجه کنید میبینید که اسامی جان و ولف داره هی تکرار میشه پس برای جلوگیری از تکرار این موضوع به جای اسم اونها از زمین استفاده میکنیم تا جمله هم حالت زیباتری به خودش بگیره قشنگتر هم بشه یعنی میشه جان سا ولف این جنگل اول معرفی کرد فائل و گفت جانه و یک ولف رو دیده ایت ایت بگن تو جامپ آن هم هم زمیریه برای اوی آقا برمیگرده به جان ایت برمیگرده به ولف ایت بگن تو جامپ آن هم بات هی هی کیه هی جانه شاتت شات به کی کرده به گرگه with با هز رایفل هیز ضمیر مالکیت مربوط به کیه مربوط به جان هز رایفل last. میبینید که جمله کوتاهتر شده و خب طبیعتاً زیباتر شده جان سا ولف این ا جنگل ایت بگن تو جامپ آن هم بات هی ویت هیز رایفل ات در جمله بالا میبینید که برای جلوگیری از تکرار دو اسم جان و ولف زمایر هی برای انسان که گفتیم و ات برای غیر انسان برای گرگه به کار رفته خب حالا بریم ببینیم که چند نوع ما زمیر داریم انواع زمیر در انگلیسی Kinds of pronouns in English انواع زمیر در انگلیسی زمیرها در زبان انگلیسی به هفت گروه تقسیم میشن Personal pronouns, subjective pronouns and objective pronouns زمایر شخصی داریم، زمایر فاعلی داریم، زمایر مفعولی Reflexive and emphatic pronouns زمایر انکاسی و تأکیدی Possessive pronouns and possessive adjectives زمایر ملکی و صفات ملکی demonstrative pronouns زمایر اشاره relative pronouns زمایر موصولی interrogative pronouns زمایر استفهامی و indefinite pronouns زمایر مبهم یا نامعین حالا در ادامه اون مهماشو برای شما بیان خواهیم کرد و با ذکر مثال خواهیم دید که چه کاربرد مفید و موثری در انگلیسی زمایر دارند اولین موضوع بپردازیم به زمایر شخصی یا زمایر فائلی و زمایر مفعولی Personal pronouns, subjective pronouns, objective pronouns همینه که خدمتون ارز شد زمایر شخصی یا personal pronouns به دو دسته فائلی و مفعولی تقسیم میشن زمایر فائلی عبارتند از آی من میدونید اول شخص مفرد You, دوم شخص مفرد تو که در انگلیسی جمعش میشه یو باز هم یعنی چه شما بگی تو چه بگی شما دوتا شده از یو استفاده میشه برای حالت جمع اول شخص میشه وی تلفظ دابلی رو هم دقت بکنید زمانی که میخواید دابلی رو تلفظ کنید لب هاتون باید حالت بوسه باشه هوا میاد بیرون میگیم وی میشه ما هی میشه او البته مذکرش گفتیم که سوم شخص مفرد شی میشه اوی خانم سوم شخص مفرد مؤنث ات میشه آن او در واقع ولی سوم شخص مفرد غیر انسان یا شیء یا حیوان یا چیز دیگری است و همچنین دقت بکنید حالت جمع هی شی و it میشه they پس they میشه حالت جمع زمیر سوم شخص یعنی زمیر سوم شخص جمع میشه they در مورد تلفظ th هم دقت بکنید زمانی که میخواید th در they رو تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا باشه سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه ز they پس داریم i you you we he she it they در مورد تلفظ آی در ات باید دقت بکنید اینجوری نیست ایت اینجوری نیست این یعنی خوردن ات ات بین ای و ا میشه ات پس این رو هم در نظر داشته باشید حالا نکته این زمایر همواره حالت فاعلی دارن و فاعل جمله هستند یه چیز مشخصیه خب طبیعتا از این زمایر فاعلی که میخوایم استفاده بکنیم اسمش چی بود زمایر فاعلی طبیعتا فاعل جمله هستند موارد استعمال دقیق زمایر فاعلی از زمایر فاعلی میتوان در جایگاه فاعل جمله استفاده کرد آها حالا یه جمله رو با هم کار بکنیم شی بیکت ا کیک بیک یعنی پختن تبخ کردن شی بیکت ا کیک یعنی او یک کیک پخت شی کیه یک خانومیه همونطور که ببینید زمیر شی در اینجا به عنوان فائل جمله استفاده شده فائل فعل و بقیه جمله شی بیکت ا کیک او یک کیک پخت کرد یا او یک کیک تبخ کرد حالا نکته بعدی از زمیر فائلی ات برای دلالت بر زمان، مسافت و آب و هوا هم استفاده میشه. حالا ها رو با هم کار بکنیم. It's Saturday. It یا it is Saturday. امروز شنبه است یا شنبه است. کلا میگیم شنبه است. تو فارسی میگیم شنبه است. دیگه چیز دیگه اضافه نمی کنیم ولی در واقع کاملش بوده روز شنبه است روزش هم حذ میشه چون معلومه در مورد روز داری صحبت میکنی میشه شنبه است امروز شنبه است ایت ساتردی ایت ساتردی بنویس عزیز دلم در قسمت کامنت بنویس تا خوب یاد بگیری ایت is ساتردی یا ایت ساتردی به صورت مختصر شده و کوتاه شده it's 5 kilometers فرام airport تو the hotel It's 5 kilometers from airport to the hotel. از فرودگاه تا هتل پنج کیلومتر است. اینو you know, تو فارسی هم میگیم از فرودگاه تا هتل 5 کیلومتره. حالا وقتی که تو انگلیسی میخوایم بگیم it is 5 kilometers from airport to the hotel. حالا یه سوال از شما پرسیدن از هتل تا فرودگاه چقدر راهه؟ شما میگید it's 5 kilometers from airport to the hotel. پس در مورد تلفظ آی ها در it is دقت بکنید همچنین در مورد هتل استرسش روی تیه هتل it's 5 کیلومتر from airport از فرودگاه تا هتل 5 کیلومتر مسافت مثال بعدی it is snowing it's سنوینگ داره برف میباره ولی تو فارسی خیلی راحت میگیم برف میباره it's سنوینگ داره برف میباره it's cloudy کلاودی یعنی ابری هوا ابریه یا تو فارسی خیلی راحت میگیم ابریه منظور مشخص هوا ابریه دیگه ایتس تو مثال ها رو تو قسمت کامنت عزیز دلم بنویس اگر میخوای یاد بگیرید و حتما با صدای رسا تکرار بکنید این خیلی مهمه و حتما وقتی که تکرار میکنید مقایسه بکنید با نحوه تلفظ و بیان در درس ها شما فکر کنید که بلدید این خیلی رایجه این اشتباه در بین زبان آموزا خیلی رایجه طرف میگه آقا اینو که بلدم این که ساده است نه عزیز دلم شما زمانی که تونستید این جمله رو به صورت روان و شفاف و واضح بدون اشکال تلفظی بیان بکنی اون موقع میتونی بگی ساده است و معیار شما چی باید باشه برای اینکه متوجه بشی خوب داری میگی یا بد داری میگی همین که صدای خودتون رو ضبط بکنید و گوش بدید ببینید دارید درست میگید یا نه و البته باید مقایسه بکنید با نحوه بیان در یک معیار یک درس یک کلیپ صوتی که الان همین کلیپ صوتی میتونه برای شما یک معیار باشه خب نکته قابل توجه در مورد زمیر فاعلی آی آه آه آه, آه. چه نکته ای؟ در صورتی که گوینده از خود و دیگران صحبت کند برای احترام لازمه که اول از دیگران یاد کنه این یک قاعده است در انگلیسی و سپس به خود اشاره کنه مثال باش مثال هم میزنیم my friends and I attended the party last night my friends and I attended the party last night من و دوستانم دیشب در مهمانی شرکت کردیم خیلی هم خوش بگذره بهتون همیشه خوش باشید پس میبینید که اول برای احترام گفته My friends and I My friends and I attended the party last night دیشب در مهمانی شرکت کردیم حالا در صورتی که گوینده به گناه یا جربی به اعتراف بکنه لازم اول به خودش اشاره بکنه سپس از دیگران نام ببره ولی تو فارسی اینجوری نیست میگه اول طرف مقصر بد من همیشه دیگران رو مقصر میدونه این خیلی بده حالا بگذاریم I and my friend threw the stone at him I and my friend threw the stone at him. من و دوستانم به او سنگ انداختیم احتمالا دوستشون بوده. پس ببینید که اینجا اول آی رو گفته یعنی خودش رو گفته. چرا؟ چون یک گناه یا کار خطایی رو داره گزارش میکنه. I and my friend threw the stone at him. من و دوستانم به او سنگ انداختیم. سعی کنید گل بندازید برای دیگران سنگ نندازید. حالا نکته مهم. زمیر فاعلی آی چه در ابتدای جمله، چه در وسط جمله، چه در آخر جمله، در هر جای جمله که بیاد باید به صورت کپیتال لیتر نوشته بشه. باید به صورت حرف بزرگ نوشته بشه یعنی همین جوری که دارید اینجا میبینید حرف بزرگ هر جای جمله ضمیر آی که اومد بزرگ نوشته میشه اول وسط آخر هر جا که بود پایین بالا حالا اگر میخواید ببینید که اثباتش کجاست برگردید به مثالهای قبلی میبینید که آی در اینجا و در اینجا که داشتیمش به صورت بزرگ نوشته شده حالا ببینیم که زمایر مفعولی یا objective pronouns کدوما هستند. زمیر اول شخص میشه می مرا به من آس ما را به ما یو تو را به تو حالت جمعش میشه یو دوباره شما را به شما هم او را به او مذکرش هر او را به او مؤنث و ات آن را به آن غیر انسان حالت جمع این ستارم میشه them آنها را یا به آنها این زمایر همواره حالت مفعولی دارند و مفعول جمله هستند مثال he gave me the book he gave me the book او به من داد چی رو به من به من ببینید می زمیر چی بود زمیر مفعولی اول شخص بود می به من مرا He gave me the book اون کتابه رو اینجا THE ای چه استفاده شده؟ حالا ببینید در انگلیسی کلا زمانی که شما THE ای استفاده میکنید یکی از مهمترین کاربرداش اینه که آن چیزی که داره در موردش صحبت میکنه بین گوینده و شنونده شناخته شده است الان اینجا که گفته He gave me the book یعنی اون کتابه اون کتابه مشخص مثلا اون کتاب مشخص که داره در موردش جمله میگه و در موردش داره بیان میکنه پس در واقع ترجمه درستی که بخوایم خیلی منطقی و بهش فکر بکنیم ببینیم TH ای چرا استفاده شده میشه او یعنی او یا آقا کتابه رو به من داد اون کتابه که خودمون میدونیم کدوم کتابه he gave me the book و همونطور که عرض شد و دارید میبینید می بینید، در اینجا ضمیر مفعولیه که در نقش مفعول هم در اینجا حالت مفعولی رو بیان کرده حالا نکته های مهمی که درباره زمایر مفعولی باید بدونید زمایر مفعولی گاهی با واسطه یعنی غیر سریح هستند یعنی با واسطه ای از حروف اضافه به کار میرن I sent the book to him I sent the book to him من کتاب را برایش فرستادم میبینید که با حرف اضافه و به صورت واسطه ای استفاده شده I sent the book to him حالا یادتون نره بچه حتما مثال ها رو تو قسمت کامنت بنویسید و حتما با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید حالا ببینید مفعول با واسطه چیه زمایر مفعولی گاهی نیز بی واسطه یا سریحن یعنی بدون واسطه ای از حروف اضافه به کار میرن هی سامی. هی سامی او مرا دید سا گذشته فعل سی یعنی دیدن هی سامی یعنی او مرا دید حالا ببینیم مفعول بیواسطه چیه در زبان فارسی علامت مفعول بیواسطه را است با ترجمه جملات از انگلیسی به فارسی حالت مفعول بیواسطه و واسطه معلوم میشه یعنی بعد از حروف اضافه زمایر همیشه در حالت مفعولی هستند All of them were present. All of them were present. همه ای آنها ببینید اینجا دیگه اون تو رو نداره. Were present. حضور داشتند. All of them were present. None of them were my friend. None of them. هیچ یک از آنها دوست من نبودند. و در اینجا ببینید که به این صورت بعد از حرف اضافه به حالت ترجمه کردنش رو باید در نظر بگیرید نان آف دم میشه هیچ یک از آنها هیچ یک نان آف دم از آنها ببینید که از دوباره در حالت نشانه مفعولی در اینجا استفاده شده حالا مثال ها رو یک بار دیگه بگیم all of them were present همه ای آنها حضور داشتند none of them were my friends هیچ یک از آنها دوست من نبودند یا از دوستان من نبودند حالا بریم جلو ببینیم چه خبره خب رسیدیم به زمایر ملکی possessive pronoun possessive adjectives زمایر ملکی یا صفات ملکی اول زمایر ملکی رو بگیم possessive pronouns زمایر ملکی کلماتی هن که علاوه بر زمیر بودن مالکیت رو هم بیان میکنن و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم میشینند و باید به این نکته توجه داشت که زمیر کلمه است به جای اسم مینشینه و برای رفع تکرار اسم کار میره زمایر ملکی عبارتند از ماین یعنی مال من جمعش میشه اورز، مال ما یورز، مال تو حالت جمعش هم دوباره میشه یورز، مال تو هیز، مال او دقت بکنید نگفتم هیز هیز یعنی فردی که هیز هیز، بین ای و ای هرز مال اوی خانم ات، مال آن، غیر انسان جمع این سه تا هم میشه theirs مال آنها پس mine ours yours yours his hers its theirs زمایر ملکی در عین اینکه زمیر هستند حالت مالکیت رو هم بیان می‌کنند چه جوری یعنی یعنی اینجوری That book is mine that book is mine آن کتاب مال من است متعلق به من است شما میتونستید بگید that is my book حالا میشه اون کتاب منه ولی اینجا میشه that book is mine آن کتاب متعلق به منه یا به عبارتی مال منه مثال بعدی she is a friend of yours She a of yours. او oh, یکی از دوستان شماست. یکی از دوستان شما. A friend of yours. دوستان شما. She is a friend of yours. او oh, یکی از دوستان شماست. این دوتا مثال رو هم تو کامنت بنویسید. حالا بریم صفات ملکی. Possessive adjectives. صفت ملکی را نباید با زمیر ملکی اشتباه کرد. به این معنی که صفت ملکی همواره با یک اسم یا موصوف همراهه در حالی که زمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و موصوف آن میشه حالا ببینیم چی داره میگه مای مال من اور مال ما یور مال تو یور مال شما هز مال او هر مال او مؤنث ات مال آن حیوان یا اشیا حالت جمع این ستا هم میشه their یعنی مال آنها مثال This car is my car. این ماشین ماشین من است یا این ماشین مال من است This house is their house. این خانه خانه آنها است متعلق به آنهاست پس مثال ها رو فراموش نکنید که حتما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید حالا نکته در دو جمله بالا برای اجتناب از تکرار کلمه کار و هاوس و بیان مالکیت از زمایر ملکی ماین و theirs به صورت زیر استفاده میشه حالا اون دوتا رو حذف کرده اینجوری میشه This car is mine به جای اینکه بگیم this car is my car میگیم this car is mine به این زمیره نشسته به جای my car شده mine this car is mine این ماشین مال من است this house is theirs این خانه مال آنهاست که در واقع بود چی؟ بود this house is their house یا this car is my car شده this car is mine this house is theirs در حقیقت کلمات ماین و theirs در جملات بالا به ترتیب جایگزین عبارات my car و their house شده اند پس عبارت هم دونستیم چیه عبارت ترکیبی از چند تا کلمه کنار هم دیگه است که با یک هدف کنار هم دیگه قرار داده میشن که یک منظور رو برسونن عبارت پس معنیش در انگلیسی اینه نکته کلمه اون با صفات ملکی ترکیب شده جای اسم رو میگیره و آن را زمیر مشترک مینامند که این زمیر در تمامی اشخاص به یک صورت هست و جنبه تأکیدی داره یعنی چی؟ He took the money which was his own He took the money which was his own او پولی که مال خودش بود رو برداشت his own یعنی مال خودش بود مربوط به خودش بود اینجا برای تأکید استفاده شده اگر کلمه own قبل از اسمی قرار بگیره وظیفه وصفی داره she feeds her own poultry او پرندگان خودش را غذا میدهد پرندگان دیگر را غذا نمیده و اینجا وظیفه وصفیش رو داره بیان میکنه. بسیار هم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی براتون داریم فراموش نکنید که حتما مثالها رو تو قسمت کامنت بنویسید چند تا مثال هم از خودتون بنویسید و با صدای رسا حتما مثالها را تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید فراموش نکنید که اگر میخواید درس های بعدی کانال انگلیسی مستاب خوردن به دستتون برسه حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و طبق روش تمرین بکنید به یاری خداوند با هم پیش بیریم و در این سری از درس ها گرامر رو تا انتها برای شما خواهیم گفت حتما در قسمت کامنت به ما فیدبک بدید و نظرات خودتون رو در مورد این کلیپ بیان بکنید آرزوی ما در تیم انگلیسی مستاب خوردن برای شما عزیزان تندرستی خورسندی و خوشیست در هر کجای دنیا که هستید